با سلام گرم و صمیمانه، سهیلا دالان هستم با همکارم صدف کورشنیا با برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی. با ما همراه باشیم. دادگاه سوئد روز سه‌شنبه 19 دسامبر مصادف با 28 آذر حکم خود را در مورد درخواست تجدید نظر حکم حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت در سال 67 و از اعضای هیئت مرگ اعلام کرد. دادگاه تجدید نظر درخواست حمید نوری را رد و حکم حبس ابد دادگاه بدوی وی را تایید کرد. حمید نوری که در دادگاه بدوی به دلیل مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 به حبس ابد محکوم شده بود، درخواست تجدید نظر در حکم خود را داشت. درخواستی که رسیدگی به اون نزدیک به 9 ماه طول کشید. وی اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال 67 را ساختگی خوانده بود. وکلای مدافع نوری از دادگاه تجدید نظر درخواست تبرئه یا تخفیف مجازات وی را کرده بودند. حمید نوری 18 آبان 98 به محض ورود به فرودگاه آرلاندا در شهر استکهلم توسط پلیس سوئد بازداشت شده بود. این اولین بار هستش که یکی از مقاماتی که در جنایت دهه 60 و قتل هزاران زندانی سیاسی دست داشته در یک دادگاه عادلانه و با دسترسی به وکلای انتخابی و برخورداری از حقوق قضایی محاکمه و محکوم می شود. مرسده قاضی، فعال سیاسی، زندانی سیاسی سابق و از خانواده جنبش دادخواهی مهمان ما هستند تا نظرش رو در مورد اهمیت برگزاری دادگاه و حکم صادر شده برای حمید نوری داشته باشیم. خیلی خوش اومدین. بار دوم حمید نوری مرحوم حمید عباسی محکوم به حبس ابد شد. این پیروزی رو تبریک میگم به شما، به مادران خاوران، به مادران دادخواه، به جنبش دادخواهی، به زندانیان سیاسی و خانواده هاشون، به مردم و همه کسانی که در طی این چند سال تلاش کردن برای محکوم کردن حمید نوری و در واقع محکوم کردن جمهوری اسلامی. میخوام ببینم احساس شما پس از شنیدن خبر چه بود؟ آیا انتظار داشتید که حمید نوری دوباره به حبس ابد محکوم بشه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی همیشه با گروگانگیری افراد دو تابعیتی تلاش کرده عوامل تروریستی خودش رو که در زندان های کشورهای مختلف هستن رو تبادل کنه؟ نمونه شو اسدالله اسدیان دیپلمات رژیم بود که دو سال پیش با یک شهروند بلژیکی مبادله شد. با سلام های گرم به شما و بینندگان برنامه‌تون. راستش احساس بسیار خوبیه برای اینکه بعد از سالها مبارزه که جنبش دادخواهی کرد و به خصوص پرچمدار این جنبش مادران خاوران بودن که متاسفانه امروز در کنار ما نیستن. وقتی که من جلوی دادگاه بودم این احساس داشتم که همشون با چشمانی پر اشک و شادی داشتن لحظه رو نگاه میکردن، چون تجربه نشون داد تلاش اونها بود به خصوص برای این دادگاه. مسئله خاوران خیلی مهم بود چون گورهای دست جمعی عزیزان سال 67 اونجا بود، بنابراین حفظ اون مکان این امکان رو به ما داد به جنبش دادخواهی که با سند و مدرک قوی تر و خیلی در دادگاه حاضر بشیم. به همین دلیل لحظات بسیار زیبایی بود که در تاریخ جنبش دادخواهی بعد از 4 دهه جنگیدن به نظر من. دادخواهی ایران بسیار سابقه طولانی داره و با کشورهای دیگر هم متفاوته، به خصوص با کشورهای آمریکای لاتین. همه اونا در عرض 4-5 سال تونستن به دادگاه های مردمیشون برسن، ولی ما طولانی از 60 جنبش دادخواهی مبارزه کرد و هنوز فقط به یک مدت 2 ماه به یک زندان، یعنی ما 2 ماه زندان سرکوب گوهردشت رو تونستیم محکوم کنیم که با همون کل حکومت جمهوری اسلامی تونستیم محکومیتش رو بگیریم. لحظه تاریخی بود برای جنبش دادخواهی. خب به نظر تو اهمیت برگزاری دادگاه و حکم صادر شده برای حمید نوری و جنبش دادخواهی و کل جامعه رو شما چجوری ارزیابی میکنید و صدور این حکم چه پیامی رو میتونه در بر داشته باشه به دیگه سران حکومت که 44 سال هستش که تنها با سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام حکومتشون رو سرپا نگه داشتن؟ به نظرم برگزاری دادگاه بسیار مهمه از زاویه عدالت خواهی. به نظر من این دادگاه نشون داد که ما میتونیم مسئله عدالت رو از طریق
دادگاه ها به پیش ببریم و نشون داد که یک کسی که دستن در کار یک جنایتی بوده راحت اونجا اومده، وکیل داشته و تونسته از خودش دفاع کنه و به قول قاضی دادگاه یکی از متهمینی هستش که بیشترین فرصت رو داشت که از صحبت کنه. از نظر جنبش دادخواهی یک تجربه تاریخیه، یک در واقع نمونه‌ای هستش که به دادخواهان نشون میده که چجوری عدالت خواهی برای رفتن به عدالت چه مسیر طولانی رو طی کردیم و باید طی بکنیم. رسیدن به عدالت در جامعه ایران بسیار سخت و دشواره، برای اینکه باید همینطور که چهار دهه کرد این مسیر طولانیه و این پیام رو برای مردم، برای تمامی مردم ایران به خصوص برای جنبش دادخواهی ایران که یکی از جنبش های قوی، یه جنبش سرنگون طلب، یه جنبشی که قدمی کوتاه نخواهد کرد، همیشه در عرصه مبارزاتی هست، داره مبارزه میکنه. همین امروز که ما در مورد دهه 60 داریم صحبت میکنیم، ابتدای سرکوب یک انقلاب داریم صحبت میکنیم، به همین دلیل این به ما نشون داد که این روند ادامه داره. و پیام این، ببینید، در حکمی که نوری رو مشاوره محکوم نکردن، در به جرم مشارکت در این چیز محکومش کردن، به همین دلیل در این پرونده که نوری محکوم شد رئیسی تو هیئت مرگش بوده. بنابراین این کل سیستم حکومتی رو که محکوم کرد، تک تک اینا بیان اینجا ما دستگیرشون میکنیم به طور واقعی، همینطور که نیروی دستگیر. و این یه پیامی برای جنایتکارانه که نشون میدیم که ما نخواهیم گذاشت شما تا زمان قبل از سرنگونی، البته بحثم قبل از سرنگونی که ما اینجا هستیم، بعد از سرنگونی در همون داخل ایران همونجا دادگاه‌های مردمی رو برگزار می‌کنیم. و یک واقعیت دیگر، به نظر من دادخواهان ایران باید به این دادگاه رو مرور کنن، اسنادش هست، یوتیوبش هست و روند برگزاری این دادگاه ببینید. و در من مطمئن بودم که اینو میشه. به چه دلیل؟ دادگاه استیناف نتونست مدارک جدیدی رو ارائه بده. اساس این بود که میخواستم بگن صلاحیت نداره، در صورتی که از نظر قوانین بین المللی در سوئد میتونست جنایتی که در یک کشور دیگه اتفاق افتاده در اون کشور مورد بررسی قرار بگیره. ولی با اینکه آدم 100% مطمئنه، ولی باز باید برگه رو ببینه و بعداً بگه که خب تموم شد ماجرا. به همین دلیل این مسئله ما میدونستیم که این حکم 100% میگیره، این پیام میرسون. و جهت اطلاع بینندگان حتما در جریان هستن، رئیسی در هفته قبل میخواست بیاد، سه تا از شاکیان که شکایت کردن ما دیدیم نیومد، به بهانه متفاوتی سفر رو لغو کرد و قاعدتا اینا به اروپا نمیان. ببینید، حتی مسئولیت دولتی داشته باشن، با مسئولیت دولتی قوانینی هست که ما بتونیم اینا رو دستگیر بکنیم. این پیام این دادگاه بود، این پیام این بود که دهه 60 رو نمیتونن به فراموشی بسپارن. ما سالها جنگیدیم که از دهه 60 بگیم، از کشتار دهه 60 بگیم. همه میدونستن، صورتاشون رو برگردوندن. امروز یکی از دولتهایی که در سازمان ملل، سوئد در سازمان ملل، با این جنایتکارا دست دادن، نه سوئد، با این جنایتکار در سازمان ملل دستی که امضا کرده کشتار دست جمعی از عزیزانمون رئیسی. ولی امروز ما از همین کشور اروپایی، یکی از این کشورها، یک مدرک محکومیت حکومت رو داریم. به نظر من زاویه جنبش دادخواهی بسیار مهمه و یه پیروزی بود در واقع برای ما، پیروزی که خود وکلا وقتی که از پله ها اومدن مدرک حکم دستشون بود، صحنه تاریخی بود. به نظر من خودشون با دستاشون علامت پیروزی و خودشون اون زمان وکلایی که با ما کار، یعنی با شاکیان کار کردن که من صحبت میکردم، گفتن که الان میفهمیم شما چی میگید. و در ذهن قاضی دادگاه گفت دادستان بسیار پرونده بسیار قوی رو ارائه داد، هرچند که بعضی از بندها رو قبول نکردن، ولی
داستان به طور واقعی پرونده قوی رو ارائه داد به نظر من. خب سوالی که پیش میاد ممکنه، آیا ممکنه به نظر شما این خوب تغییر کنه با توجه به اینکه حکومت اسلامی تلاش میکنه و فشار میاره که بتونه مثلا حمید نوری رو با احمد رضا جلالی که الان زندانی دو تابعیتی هستش و طبق گزارشاتی که از مقامات قوه قضاییه رفته دیدنش و گفته به زودی حکم اعدامش اجرا خواهد شد، اینو شما چجوری ارزیابی میکنید؟ ببینید این باز هم برمیگرده به دولت ها. این ها معامله کردن با جمهوری اسلامی، این زمینه رو دادن که این جنایتکار با وقاحت تمام بیاد دست به همچین کار بزنه. ببینید جنبش دادخواهی شکست نمیخوره، ما پیروز شدیم، پیروزی ما حکم اینه، ولی اگر دولت سوئد این کار بخواد بکنه باید پاسخگوی مردم خودش و پاسخگوی ما بشه. قوه قضاییه دولت سوئد رو محکوم کرد، الان از قوه قضایی میره به دست دولت. دولت سوئد ممکنه این کار رو بکنه ولی یه پرسه طولانی، ولی خطاب ما باید به مردم سوئد باشه و اون وقت باید ما به دولت سوئد بگیم شرمت باد، اون داره این کار میکنه و چهار سال و نیم این دادگاه طول کشید، این پرسه طولانی طول کشید. در مورد اون معامله قبلی یه سال طول کشیده بود، اون با وقاحت تمام این کار کرد. این اتفاق ممکنه بیفته، به درست شما گفتین، دو روزی که بحث اعدام جلالی است، ولی ما به عنوان فعالان جنبش دادخواهی باید جلوی مسئله اعدام بیستیم، مثل همیشه که اعدام ایستادیم، ولی اگر دولت ها این کار میکنن باید ما دادخواهان بدونیم که اینها دارن با جنایتکارا معامله میکنن. ولی فشار بین المللی به نظر من که در واقع من خودم فشار حقوق بشری رو تا امروز دیدیم نتیجه نداد، مبارزه دادخواهی نتیجه میده به نظر من، دادخواهی ایران نتیجه داد، دادخواهی مبارزات هر روزی مونده، همین جنبش دادخواهی باید در مقابل مسئله بیسته. ولی من الان فکر میکنم هنوز ضعیفه این معامله انجام بگیره، ولی از هر آدم ماها خیلی میگیم اینا ضعیفه، ولی این اتفاق میفته. ولی بحثی سر این نظر، چون در مصاحبه قبلی هم از من پرسیده شد، ولی من میخوام از همین تریبون استفاده کنم، ما شکست نخوردیم، حتی اگه معامله بشه ما پیروز این داستانیم، ما پیروز این دادگاهیم، ما پیروز این عدالت خواهی هستیم. برای اولین بار عدالت در مورد ما در برای دو ماه اجرا شد. شکست اگر این معامله انجام بگیره شکست دولت سوئده، شکست خود این سیستم هایی که دارن باز به جمهوری اسلامی باج میدن. تا زمانی که اینا باج میدن، تا زمانی که معامله میکنن، ما باید منتظر اتفاقات باشیم. یعنی برای ما هیچ وقت نباید بگیم وای چرا این اتفاق افتاد، چه از روز اول با جمهوری اسلامی معامله کردن، مذاکره کردن، اون طرفی که معامله کردن بمب آورده وارد کشور خودشون کرده و اینا معامله کردن، ولی باید در واقع منتظر باشیم ببینیم مراحل بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد. با تشکر از حضورتون و وقتی که در اختیار برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی گذاشتیم، نرگس محمدی زندانی سیاسی روز پنجشنبه 14 دسامبر در نامه‌ای به نخست وزیر سوئد از نقش ابراهیم رئیسی و حمید نوری در اعدام‌های سال 67 نوشت. نرگس محمدی در بخشی از نامه خودش ذکر کرده برگزاری دادگاه حمید نوری به عنوان یکی از جنایتکاران دوره سیاه دهه 60 در کشور سوئد شعله امید را در دلهای عدالتخواهان برافروخت، که گرچه هنوز سایه سنگین حکومت دینی استبدادی بر سر مردم مبارز و مقاوم ایران تداوم دارد و حکومت خانه عدالت را ویران کرده و آن را تمامی به مسلخ حفظ قدرت نامشروع خود کشانده، اما نماد عدالت در سرزمین و آشیانی دیگر سر برآورده است. گرچه یکی از مهره های هیئت مرگ دهه 60 ابراهیم رئیسی در مسند ریاست جمهوری نشسته است، اما دادگاه حمید نوری پیام روشن به مستبدان حکومت دینی در ایران و سراسر جهان دارد که صدای عدالت را برای همیشه نمیتوان خاموش کرد و زمان ایستادن برای حقوق بشر فرا رسیده است و این امید بشریت است. لازمه تحقق دموکراسی در ایران پایان دادن به رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی هستش.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه نسبت به خطر اعدام تلافی جویانه احمد رضا جلالی، پزشک سعودی ایرانی زندانی در اوین، به تلافی حکم صادره علیه حمید نوری در سوئد هشدار داد. در بیانیه عفو بین الملل با استناد به اظهارات خانواده احمد رضا جلالی آمده که روز اول دیماه یکی از مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ملاقات با احمد رضا جلالی در زندان هشدار داد که حکم اعدام وی به زودی اجرا خواهد شد. این مقام جمهوری اسلامی ادعا کرده که سوئد حمید نوری را برای تحت فشار قرار دادن ایران برای آزادی احمد رضا جلالی نگه داشته است. سازمان عفو بین الملل همچنین عنوان کرده که بازی ظالمانه با جان احمد رضا جلالی درست پس از محکومیت و حبس ابد حمید نوری در دادگاه تجدید نظر سوئد به نگرانی ها در مورد گروگان گرفتن وی به منظور وادار کردن سوئد به مبادله زندانیان دامن زده است. این نهاد حقوق بشری از جامعه جهانی خواسته تلاش کنند تا با درخواست از مقامات جمهوری اسلامی حکم اعدام احمد رضا جلالی را فوراً لغو و وی را آزاد کنند. احمد رضا جلالی زندانی دو تابعیت محکوم به اعدام در بند عمومی زندان اوین در حال حاضر به سر میبره. احمد رضا در سال 95 به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز به ایران سفر کرد، اما جمهوری اسلامی او را در تاریخ 5 اردیبهشت 95 دستگیر کرد. احمد رضا جلالی را به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم کردند. حکم اعدام وی توسط دیوان عالی کشور هم تایید شده. در این بخش از برنامه میریم سراغ ابوذر. سلام ابوذر، گزارش امروز شما رو بشنویم. سهیلا، منم سلام میکنم به بینندگان برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. گزارش این هفته در مورد زندانی سیاسی نرگس محمدی است. نرگس محمدی نایب رئیس سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر مبارزه علیه اعدام است. او در سال 1391 دستگیر و به 6 سال زندان محکوم شد و پس از سپری کردن مدتی از محکومیت خود و مشکلات در زندان دچار بیماری اسپاسم عضلانی و فلج موقت شد. به همین دلیل با گذاشتن وثیقه از زندان آزاد شد. در سال 1394 دوباره دستگیر و روانه زندان شد. علت دستگیری مجدد او بنا به گفته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ادامه محکومیت او بود است. نرگس محمدی را به علت اعتراض در زندان با ضرب شد به زندان زنجان منتقل کردند. او در رابطه با وقایع مربوط به دوران حبس 2 پرونده باز و 6 اتهام تازه دارد. شعبه 1177 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی قدس تهران از اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، تحصن در دفتر زندان، تخریب شیشه‌ها، افترا در مورد اتهام شکنجهگری، ضرب و جر، انتشار بیانیه مبارزه علیه اعدام و همچنین تحصن دیماه سال 98 در اعتراض به کشتار مردم در اعتراضات سراسری مجرم شناخته شده است. نرگس محمدی حاضر به شرکت در دادگاه نشده است و اعلام کرد دادگاه انقلاب کشتارگاه جوانان این سرزمین است. پایم را در این دادگاه نخواهم گذاشت. به قضات وابسته به نهادهای امنیتی، دادگاه‌های فرمایشی اعتبار و اقتداری قائل نیستم. وی همچنین به دلیل عدم استقلال قوه قضاییه، غیرقانونی بودن دادگاه انقلاب، برگزاری دادگاه‌های نمایشی غیرعلنی و عدم برخورداری متهمان از حق دفاع در محاکمه دادگاه‌های انقلاب را به رسمیت نمی‌شناسد. روز 28 آذر در شعبه 26 دادگاه انقلاب حاضر نشد. صدور احکام اعدام در شعبات دادگاه‌های انقلاب، دادگاه انقلاب را به کشتار جوانان این کشور تبدیل کرده است. دادگاهی که محسن شکاری را فقط برای یک اعتراض مدنی به دار آویخته و 8 جوان معترض انقلاب باشکوه زن زندگی آزادی را اعدام کرد. حکم دادگاه و روند رسیدگی پرونده‌اش را فاقد وجاهت قانونی خواند و نامه‌ای نوشت و تصمیم به درخواست تجدید نظر یا قبول رأی را ندارم، چرا که آن را به رسمیت نمی‌شناسم. روز 15 آبان در اعتراض به عدم دارو و درمان ویژه برای زندانیان سیاسی و سیاست یا مرگ یا حجاب اجباری رژیم در قبال زنان نیز باعث قتل آرمیتا گراوند شد،
ممانعت از اعزام وی بدون حجاب اجباری به بیمارستان دست به اعتصاب غذا زد که سازمان زندان ها مجبور به اعزام نرگس محمدی بدون حجاب اجباری به بیمارستان شد. سازمان زندان ها با ادعای اینکه او با رعایت مقررات و پروتکل ها به بیمارستان اعزام شده است، نرگس محمدی اعلام کرد بدون حجاب اجباری، روسری و با کت دامن در میان ده ها نیروی امنیتی از زندان به بیمارستان رفتم و برگشتم. اگر جمهوری اسلامی نپوشیدن روسری را رعایت مقررات و پروتکل ها می داند، قاعدتا برای همه زنان ایران باید چنین باشد. پدر نرگس محمدی با انتشار خبری اعلام کرد نرگس از برقراری تماس تلفنی با خانواده محروم شده است. خبر اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی در 16 اکتبر 2023 نروژ در حالی اعلام شد که او همچنان در زندان است. نرگس محمدی اعلام کرد همزمان با روز دریافت جایزه خود به اعتصاب قضای مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی بهائیان زندانی در ایران خواهد پیوست. وی تاکید کرد هدفش از این اقدام این است که با اعتصاب قضا در روز دریافت جایزه صلح نوبل صدای معترضان مردم تحت ظلم و سرکوب ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی می باشم. با آرزوی پیروزی انقلاب، زن زندگی آزادی، شاهد شکستن در زندانها توسط مردم و آزادی همه زندانیان سیاسی باشیم. با تشکر از شما بینندگان. با هم بشنویم آهنگ ما تسلیم نمی‌شویم. Du fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde. Notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la TVA papa. SDF chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille, et que les têtes remettent à tomber. On lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien. سرخط خبرها رو داریم از فرمیز. سلام فرمیز، چه خبر از وضعیت زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان؟ با درود به شما سهیلا و بینندگان برنامه مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، من فرمیز که آزرمین خلاصه ای از خبرهای هفته گذشته را به اطلاع شما میرسانم. سید رضا نبوی چاشمی اهل سمنان از دوم شهریور ماه سال جاری بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل گردیده. اعزام به مرخصی درمانی مازیار سید نژاد، وی در حال سپری کردن و محکومیت 2 سال حبس خود میباشد. سیامک ابراهیمی و شاه احمدی کنشگران مدنی برای اجرای احکام ناعادلانه حبس راهی زندان اوین میشوند. آنها پیشتر از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران در مجموع به 9 سال حبس محکوم شده بودند. پرداخت جزای نقدی برای احسان محمدی و شاهو برهم در اشنویه، این دو نوجوان پیشتر به اتهام اختلال در نظم و آرامش عمومی متهم شده بودند. شریف محمدی فعال کارگری ساکن رشت علارغم بیش از 2 هفته از زمان دستگیری کماکان در بازداشت و بلا تکلیفی به سر میبرد. صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی پس از بازگشت از فرانسه در فرودگاه تحت بازجویی قرار گرفت و ماموران وسایل همراه وی از جمله لوح جایزه ساخاروف پارلمان اروپا اهدا شده به مهسا امینی را توقیف کردند. بهفر لاله‌زاری و رزمانه احمد خانبگی فعالین مدنی در مجموع به 10 سال حبس محکوم شدند. این حکم بر اساس اتهاماتی همچنین اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام صادر شده است. احضار مسعود قلندری به دادگاه انقلاب یاسوج به اتهامات اغوا، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب رایانه‌ای متهم شده و باید در روزهای آینده جهت ارائه دفاعیات خود در شعبه مذکور حاضر شود.
تایید حکم اعدام رضا رسایی در دیوان عالی کشور وی پیشتر در مهر ماه 1402 از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یکی استان کرمانشاه به قصاص نفس محکوم شده. با سپاس از همراهی شما با اخبار زندانیان سیاسی. روز یکشنبه سوم دی ماه حکم اعدام مجاهد کورکور در دیوان عالی کشور تایید شد. نهادهای امنیتی رژیم اسلامی در یک پرونده سازی افرادی را در ایزه بازداشت کردند که یکی از آنها مجاهد کورکور بود و اتهام قتل کیان پیرفلک را به او نسبت دادند. اگرچه خانواده کیان بارها عنوان کردند که مجاهد کورکور عامل قتل فرزندشان نبوده و ماموران امنیتی به طرف خود را اونها شلیک کرده، اما در این پرونده سازی حکم اعدام مجاهد کورکور صادر شد. نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور، از مردم خواست صدای برادرش باشند. با سلام و درود خدمت تمامی مردم ایران، نگار کورکور هستم، خواهر مجاهد کورکور. متاسفانه امروز با خبر شدم که حکم اعدام برادرم در شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید شده و از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دادگاه ایزه ارجاع داده شده. لطفاً صدای برادرم باشید، برادر من بیگناه است. جان بازداشت شدگان، جان زندانیان سیاسی در خطر هستش. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی لیستی از بازداشتیان زیر حکم محاربه و اعدام را تهیه و منتشر میکنه. این لیست هفتگی به روز میشه. ما از شما انسانهای شریف آزادی خواه و مدافع زندگی میخواییم برای لغو احکام اعدام و نجات جان این عزیزان در بند از هر راهی که میتونید برای توقف احکام اعدام تلاش کنید و صدای فریاد آزادی این زندانیان سیاسی باشید. با هم این لیست رو مرور میکنیم. HLM, jusque dans sa campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Et comme des cons on les a crus, démocratie fais-moi marrer. Si c'était le cas on l'aurait su, que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. پایان برنامه امروزمون رسیدیم. اخبار و گزارشات رو از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحه ملاحظه می‌کنید و همچنین از طریق راه‌های ارتباطی که در صفحه ملاحظه خواهید کرد برای ما ارسال کنید. منتظر نکات پیشنهادات شما هستیم. تا برنامه دیگری است برای آزادی زندانیان سیاسی، برای شما بهترین‌ها را آرزو می‌کنم.